از جمله تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه فرهنگ توجه مخصوص ظاهر می نماید و در سالهای استقلال دولتی در این سمت نقشه و برنامه های زیاد عملی گردیده است. یادآور می شویم که بنای قصر فرهنگ دهات ارمتن ناحیه عینی هنوز سالهای 80 عصر گذشته ساخته شده، با سبب فرسوده گردیدن ضرورت تجدید و از نوسازی آن به میان آمد. نوسازی گردیدن انشاءات فرهنگی در این دهات دوردست مملکت امکان می دهد که برابر پیشنهاد برنامه های رنگین فرهنگی از جانب اهل هنر برای ساکنان، همزمان در دایره محفل های گوناگون متخصصان آماده کرده شوند. طبق معلومات، امروزها در نزد قصر فرهنگ محفل ها از جمله دایره نوازی، رباب نوازی، حجم نگاری و راویان فعالیت دارند. پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به اهل هنر دهات ارمتن ناحیه عینی سازهای موسیقی ملی از جمله دایره، تبلک، رباب و تنبور و دوتار تحفه نمودند که این اقدام مهم برای رشد ساحه، ترغیب و تشویق فرهنگ ملی و حفظ دستاوردهای زمان صاحب استقلالی مساعدت میکند. تأکید کردن به مورد است که در سالهای استقلال دولتی در اساس سیاست موفق فرهنگ دوستانه، رهبریت عالی حکومت مملکت برابر بنیاد و با استفاده دادن بناهای باشکوه فرهنگی در مرکز شهر نویه‌ها، همچنین در دهات دوردست برای اهل هنر انفراساختار معاصر فراهم آورده شد. محض با تلاش و دستگیری های با غمخوری های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، ساحه فرهنگ، ساحه معارف رشد پیشروی ها در نظر است. این باعث افتخار همه کل مردم تاجیکستان است. امیدواری انا همین چیز بودیم. شکرانی استقلالت و شکرانی وحدت میکنم. بحر آبادی، بحر پیشرفت من همین صنعت و فرهنگ ملت همه وقت آماده باشیم. پیشوای معظم ملت که من این آبادی، این شرایطی که برای ما مهیا کردن، ما باید که در جواب بحر چنین غمخوری ها برنامه های خوبی فرهنگی تشکیل نموده برای بحر خلق عزیز پیشکش کنیم. کادرهای جوانی که منم آینده صنعت و فرهنگ به جلب کردن ما در کار که برای آینده ملت، برای خلق عزیز ما خدمت کنند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی با شرایط معاصر موجوده در بنای قصر فرهنگ دهات ارمتن در برنامه فرهنگی اهل هنر ناحیه اشتراک نمودند. در تالار نوبنیاد اهل فرهنگ برنامه جالب و رنگین را که تجسمگر دستاوردهای استقلال و آزادی، صلح و وحدت و پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان بود، پیشنهاد نمودند. پریزیدنت مملکت با برنامه پرمضمون صنعتکاران بهای بلند داده، انشاءات را برای اهالی بیش از 25 هزار نفره دهات ارمتن تحفه ارزشمند حکومت مملکت معنی داد نمودند و اهل هنر را با استفاده از شرایط مهیا گردیده جهت حفظ دستاوردهای فرهنگی سهم گذاشتن در ترغیب و معرفی هنر پرغناوت ملت تاجیک به جهانیان هدایت کردند. در نوبت خود اهل هنر از دستگیری های سرور دولت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس و منتداری نموده، وعده دادند که با تهیه برنامه های بلند مضمون و آماده نمودن کادرها در ساحه، در رشد و پیشرفت فرهنگ ملی و عملشوی نقشه و برنامه های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان سهم نظر رس می گذارند. یادآور می شویم که تطبیق هدف های سازنده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام ساحه ها با سرعت ادامه داشته، در همین زمینه با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغ، راه های گرد و اطراف قصر پهلوانان سوغدی، بیمارخانه منطقوی رقم 2، میدان پرچم دولتی، قصر فرهنگ و کارگاه دوزندگی و هنرمندی دهات ارمتن عینی اسفالت پوش کرده شدند. 5 ایول اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دهات ارمتن ناحیه عینی کارگاه موثر دوزندگی و هنرمندی را که یکی از بندهای تعریضی شده بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی محسوب می‌یابد، مورد استفاده قرار دادند. کارگاهی مذکور در مساحت 195 متر مربع بنیاد شده است. با زیاد گردیدن شماره اهالی، ساخته با استفاده دادن انشاءات استیصالی خصوصا در دهات دوردست و فراهمسازی انفراساختار ضروری از طلبات زمان بوده، جهت عملی سازی هدف های حکومت مملکت از جمله 5 ساله رشد صنعت مساعدت می نماید. تشبث مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی از حساب صاحب کار وطن دوست معروف ملیف روی دست گرفته شده است. کارهای بنیادی در شود ماه می سال 2023 آغاز گردیده، با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. کارگاه دوزندگی و هنرمندی با 16 ماشین درزدوزی، دستگاه های آرایش دهنده و دیگر تجهیزات ضروری مجهز می باشد.